از سوپرگل گریزمان تا برد روحی بخش آس میلان در جدال بزرگ هفته و روند سینوسی بارسای جاوی، همه و همه در این ویدیو. در اولین بازی شب اول دور چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، بارسلونا به مساف شاختار دونتسک رفت، بازی که سرد و بیروح بود. بارسای جاوی کاملا سردرگم بازی میکرد و نمیتونست موقعیت آنچنانی ایجاد کنه. با این حال شاختار در دقیقه 40 این بازی روی سانتر جیورجی و ضربه سر دانیلو سیکان به گل رسید. شاختار با همین نتیجه به رختکن رفت، اما در شروع نیمه دوم تحت فشار قرار گرفت، فشاری که دووم چندانی نداشت و خیلی زود بازی به روند کسل کننده و خسته کننده نیمه اول رسید. در دقیقه 87 بارسا گل دوم رو هم دریافت کرد که داور به درستی آفساید اعلام کرد و در نهایت این بازی رو بارسا 1-0 باخت. در جدال بزرگ هفته دو قول اروپا یعنی آس میلان و پی اس جی در ورزشگاه سان سیرو به مساف هم رفتند که خیلی زود دروازه شاگردان پیولی باز شد. در دقیقه 9 کورنر ارسالی روی دروازه با تأثیر مارکینیوش به اشکرینیار رسید و با ضربه سر پرشی خودش دروازه آس میلان رو باز کرد، اما این برتری دووم چندانی نداشت. 3 دقیقه بعد در زده حمله و روی ریباند شوت ژیرو، رافائل لیاو با یک برگردون دیدنی به زیبایی هرچه تمامتر دروازه دوناروما رو باز کرد و بازی رو به تساوی کشوند. در ادامه با وجود سرعت بالای بازی اتفاق عجیبی روی دروازه ها رخ نداد و نیمه اول 1-1 مساوی تموم شد. در نیمه دوم میلان خیلی زود پاریس رو غافلگیر کرد. تئو هرناندز از سمت چپ با ارسال دیدنی موقعیت رو برای ژیرو فراهم کرد و این بازیکن فرانسوی بالاتر از اشکرینیار با ضربه سر دقیق دروازه دوناروما رو برای دومین بار باز کرد و حساب کار رو 2-1 به نفع آس میلان کرد. بعد از این گل پاریس به آب آتیش زد، ولی خب ثمری نداشت و با این حال ضد حملات آس میلان خیلی خطرناکتر بود و دوناروما چند بار ناجی دروازه پاریس سن ژرمن شد. در نهایت هم این بازی 2-1 به نفع آس میلان به اتمام رسید. در دیگر بازی حساس این گروه دورتموند به مساف نیوکاسل رفت. زنبورها در دقیقه 26 بالاخره بعد از چندین حمله توسط نیکولاس فولکروگ دروازه شاگردان ادی هاو رو باز کردند و با نتیجه 1-0 نیمه اول رو به اتمام رسوندن. در نیمه دوم نیوکاسل با تعویض‌های خودش متفاوت ظاهر شد و کاملا بازی رو در اختیار داشت، اما باز همین تیم دورتموند بود که گل زنی کرد. در دقیقه 79 روی یک زده حمله سری یولیان برانت گل دوم رو زد و دست آخر هم این بازی 2-0 به نفع زنبورها به اتمام رسید. در دیگر بازی امشب اتلتیکو هم با 6 گل سلتیک رو در هم کوبید. 2 گل از گریزمان که یکیش فوق‌العاده زیبا و دیدنی به ثمر رسید. این گل گریزمان استثنایی بود. آلوارو موراتا با 2 گل، ساموئل لینو و ساول هم دیگر گلزنای تیم اتلتیکو را تشکیل دادند و تونستند برای تیم سیمئونه گلزنی کنند. در دیگر بازی این گروه شاگردان ساری موفق شدند با تک گل ایموبیله یاران علی جهان رو در تیم فاینورد شکست بدن. من سیتی پپ گواردیولا هم تونست یان گویز رو با 3 گل کنار بزنه. برایس هالند و گلزنی فودن برای این برد شیرین کاملا کافی بود. یاران مهدی طارمی هم مقابل آنتورپ بلژیک با 2 گل اوانیلسون و پپه به برتری رسیدند و بالاتر از بارسا فعلا در صدر جدول قرار گرفتند. در آخرین بازی هم ستاره سرخ 2-1 بازی رو به لایپزیگ باخت و تکلیف همه بازی های شب اول دور چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به طور کامل مشخص شد. در نهایت خیلی خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. من مهدی کبیری، اینجا فوت نیوز و خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.